حکم قبول زیافت کسی که مال حلالش به مال حرام آمیخته شده است سوال من دوست دارم که مسلمان شده است ولی هنوز به اسلام پایبند نیست سوال چنین است او گاه ها برای من تعامی در خانه اش آماده شده را پیشکش میکند که آن حلال است اما من از آن تعام خودداری میکنم زیرا میدونم که آن مالی که خرج میکنند مالی حرام است چون که پدر او قماربازی میکند و گوشت خوک میفروشد خود او هم این حقیقت را میداند نظری شما چیست آیا از آن تعامی که او به من پیشکش میکند و یا یگان چیزی را که او برایم میخرد مثل شکلات برای مثال بخورم او واقعا آن را با پول میخرد که پدرش به او داده است جواب هم دو سنا به پروردگار فقیهان در حکم معامله نمیدن به کسی که مالی حلال او به مالی حرام آمیخته شده است در خرید فروش قبول تحفه خوردن تعام به مانند آن با یک چند دیدگاه اختلاف کردن که قوی ترین آن دو دیدگاه می باشد دیدگاه اول قبول کردن تحفه او معامله نمیدن با او حرام نمی باشد بلکه مکروه است این دیدگاهی با اعتماد مذهب شافعیان و همبلیان است و از مالکیان ابن قاسم این دیدگاه را اختیار کرده است. امام نووی رحمه الله گفته است اگر در مال خریدار حلال و حرام وجود داشته باشد و نداند که آن را از کدام پل ادا می نماید برای کسی که چنین پل بر او داده شده است حرام نیست و نه ترک کردن آن نشانه پرهیزگاری است پرهیز نمیدن از چنین پل وابسته به زیاد و کم بدن پول حرام در دست خریدار تاکید و کم تاکید می شود بیان سخن از کتابی المجموع ابن قدامه رحمه الله گفته است اگر از کسی که در مالش حلال و حرام وجود دارد به مانند پادشاه ظالم و, و رباخور خرید کند اگر بداند که آن چیزی فروخته شده از مال حلال او است پس آن حلال است ولی اگر بداند که آن حرام است پس آن حرام است سخن خریدار در حکم بر او قبول کرده نمی شود زیرا ظاهرا آن چیزی که در دست انسان است مالکیت است اگر داند که آن مال از کدام آن دو است به خاطر احتمال وجود داشتن حرام در آن ما آن را مکرو دانستیم اما به خاطر وجود داشتن حلال حرام خواه زیاد باشد و یا کم سودا باطل نمی شود این خود شبه است و به اندازه کمی زیاد شدن حرام شبه نیز زیاد و کم می شود امام احمد گفته است و به من پسند نیست که این گناه مال بخورد بایان سخن از کتاب المغنی جلدی 4 صفحه 201 دیدگاه دوم نظر به قسم بیشتری مال میکنیم اگر قسم بیشتری مال حلال باشد به با او معامله کردن جایز است اما اگر قسم بیشتری مال حرام باشد به با او معامله کردن حلال نیست این مذهبی هنفیان و مالکیان است ابن نجیم رحمه الله گفته است اگر قسم بیشتری مالی تحفه کرده شده حلال باشد پس قبول کردن تحفه او و خوردن مال او هیچ باکی ندارد مدامی که حرام بودن آن маълум набошад вале агар қисми бештари он ҳаром бошад онро қабул намекунад ва аз он намехӯрад ба ҷуз дар ҳолате ки гӯяд این حلال است اون را رو میراث گرفته است و یا قرض گرفته است با سخن از کتاب الاشباه و النظائر صفحه 96 بعضی از دانشمندان به این نظرند که معامله به شخصی که مالش آمیخته حلال و حرام است حرام می باشد این سخن را از مالکیان اسبغ گفته است ولی ابن رشد گفته است این سخن را از مالکیان اسبغ گفته است تشدد و سختگیری حسابیده می شود با سخن از کتابی албаён ва таҳсил ҷии дидгоҳи саҳеҳтарин ин аст ки муомиланамудан бо ӯ ва қабул кардани тӯҳфаи ӯ ҷоиз аст ин дидгоҳ ҳамон дидгоҳе аст ки аксари донишмандони муосир онро саҳеҳтарин дидгоҳ донистанд ибни усаймин раҳимаҳулло гуфтааст аз расулло сли л ал всалам собит шудааст ки ӯ дар ҷанги хайбар аз зани яҳудӣ ҳангоме ки гусфандеро тӯҳфа карда буд қабул намуд ҳамчунин пайомбар с см даъвати яҳудиеро ки дар мадина ӯро ба хӯрдани нони ҷавин ва равғани бадбӯй даъват карда буд қабул намуд ва бо яҳуд дар хариди фурӯш муомила намуд ҳатто ӯ всм ҳангоме ки вафот кард зиреҳаш дар назди яҳудие ки аз ӯ барои хонаводааш ҷав харида буд даргарав буд این دلالتگر آن است که معامله نمودن به کسی که مالش با حلال و حرام آمیخته است جایز است زیرا الله سبحانه و تعالی یهودان را چنین وصف کرده است آنان زیاد به دروغ گوش میاندازند و بسیار مال حرام میخورند و سخن تاب فتاوا نورن علی الدرب بنابراین حجبا که نیست که تحفه دوست خود را قبول نماید و او بخورد مگر در حالتی که خودداری نمودن شما از آن яъне аз туҳфа ва таоми дӯсти худ ба ӯ ва ба падараш таъсир расонад ва боиси тавбаи онон гардад пас дар ин ҳолат ба шумо воҷиб аст ки аз он худдорӣ намоед аллоҳ субҳанаҳу ватаоло донотар аст